aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. خوش به حالمون که برای چنین کار خیلی دوره هم جمع شدیم. آره واقعا کار خوبی کردیم. بله البته خیلی کار خوبی کردیم. خب مادر چیدم کدوم یکیتون هستین؟ میبخشینا من نفهمم. من ساکت شو سوزان عزیزم، شوهرمو دزدیدی حالا میخوای دخترم هم بدزدی؟ آره من همچین زنیم، همه رو میدزدم. حلالت باشه، مگه از تو با ارزشتر کی است؟ عزیزم، پنبه من، عزیز دلم، من مادر واقعی چیدم هستم، ولی سوزی جونم مادر ناتنیشه. آره من مادر ناتنیشم. آقا شوکت، سوزان خانم زن دوم شما هستن؟ دقیقا. همسرای شما چقدر با همدیگه تفاهم دارن، فوق‌العاده است. آره واقعا خیلی بامزه، دوتاشون هم دوست دارم. الان دقیقا مثل یه تابلوی خانوادگی شدی. آره من همچین چیزی تا حالا ندیدم، واقعا که فوق‌العاده است. همینقدر بهتون بگم که سوزانو با دنیا عوض نمی کنم. اصلا دلیل آشناییشون با شوکت من بودم. آسمان جان خیلی ممنونم که سوزانو به من دادی. من و سوزان دوستای قدیمی بودیم. سوزان خونه ما زیاد مهمونی می اومد، با شوهرم هم همونجا آشنا شدن. آره قبلا بهش خاله می گفتم، الان میگم مادر ناتنی جون. چقدر قشنگی مراد. خیلی عالی شد. آقا شوکت میخوام بعدن با شما یکم خصوصی حرف بزنم و از تجربتون استفاده کنم. البته پسرم، البته که حرف میزنیم. آقا نجات جون، چیدم گفت که دریا خانم زن دوم شماست، با زن اولتون هنوز ارتباط دارین؟ یا صبر. دختر من 20 سال تو رو اینطوری ندیده بودم، والا موندم چی کار کنم، مراقب دخترها باشم یا مراقب تو باشم، نمیدونم به خدا. مگه من چی کار کردم؟ من همینجوری سر جام نشستم، طرف یه دفعه عاشق من شد. یعنی منم دیوار نبودم. یکم بهش لبخند زدم. دختر فهیمه چه لبخندی، اینجا رو میبینین، این لبا رو ببینین، اینطوری از اینجا تا اونجا کشیده شده بود، اگه یه طرفش این بر بود اون یکی طرفش اون طرف بود. نه حالا دیگه. منم همینو گفتم، گفتم نه دیگه اینقدر هم نمیشه، ولی چه میشه کرد. خاله فهیمه جون باور کن اصلا از تو انتظار نداشتم. آفرین خاله. ما اصلا تو رو اینطوری نشناخته بودیم خاله فهیمه جون، یه چیز دیگه ای بودی. آره خب. مگه نه حیات؟ حیات حواسم نبود، من خیلی خستم، دیروز اضافه کار موندم، میرم بگیرم بخوابم. باشه دخترم تو برو بخواب. همتونو میبوسم. شب بخیر عزیزم، دختر خوشگلم، دختر نازم، عزیز دلم، شب بخیر. شب بخیر.
بله، ما امشب برای یک کار خیر دور هم جمع شدیم. دخترمون چیدم و پسرمون مراد یه تصمیمی گرفتن. ما هم به تصمیمشون احترام میذاریم. این انگشترام اولین سمبول برای اینه که زندگی خوبی با هم داشته باشن. دخترم، من تو عمرم همچین سخنرانی غمگینی نشنیده بودم. انگار تو تشییع جنازه. خود کرده را تدبیر نیست. تو چرا ناراحتی عزیزم؟ خودش باید حواسش به این چیزا می بود. امیدوارم که خوشبخت بشین. مبارک بشه. انگار دارم خواب میبینم. خیلی خوشحالم. مراد، نمیخوای منو ببوسی؟ داماد، ببوسش. از ما خجالت میکشی پسرم. ببوس 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 ببوس. آفرین، مبارکه. الان انگشتراشونم دستشون کردن. ول کن عزیزم، بهش فکر نکن. الان دارن جشن میگیرن. ایشاره که جشنشون عذابشه. این چه حرفیه ایپک؟ شرشون همه جا رو به آتیش کشونده اصلی. حال روز حیاتو ببین. وقتی این همه چیز داره اتفاق میفته من نمیتونم منتظر باشم. منظور چی عزیزم؟ من باید مرادو ببینم. چرا؟ چون که باید یه چیزایی رو بهش بگم. چی میخوای بهش بگی هان عزیزم؟ هیچی ازم نپرسی. حیات وایسا، دیوونه شدی؟ دیوونه شدم. آره دیوونه شدم. آره دیوونه شدم. عزیزم خواهش میکنم داد نزن. الان مادرت میشنه. بذار بشنوه. من باید مرادو ببینم و همه چیو بهش بگم. من دیگه زدم به سیم آخر. باید امشب مرادو ببینم. باشه باشه. شب بخیر. شب بخیر دریا خانوم. شب بخیر. شب بخیر. شبتون بخیر جونم. اولین بار بود که دخترم رو نامزد کردم. خیلی استرس داشتم. دومین بار دیگه همچین استرسی نخواهم داشت. مامان، مراد اولین و آخرین عشق منه. باشه هرچی تو بگی. آسمان بگو انشالله به پای هم پیر بشن. شب بخیر چیدم جان. خانوادای عزیز و جدید من همه تونو میبوسن. خود دیگه عزیزای من خداحافظ. بای بای. به امید دیدار. به امید دیدار خانوما. بای بای. آی
من تو عمرم همچین چیزی ندیده بودم. خب پس از این به بعد باید منو ببوسین و بذارین بالای سرتون مادر جون. انگار مغزشونو کرایه داده بودن. داداش واقعا خدا بهت رحم کنه. دیگه چاره ای ندارم. کابوسا تازه شروع میشن. ماشالله چقدر تو پر حرفی خواهر زن. این وقت شب انقدر حرف زدی دیگه مغزم نمیکشه. ببخشید کرم ولی اصلا حال و حوصله ندارم. از مرادم پرسیدم اما اونم چیزی نمیگه. حداقل تو بگو. منم نمیدونم که. فهمیدم به تو هم میگم. Thank you.
این وقت شب اینجا چی کار میکنی حیات؟ اومدم تو رو ببینم مراد. نمیتونستی تا فردا منتظر باشی؟ نه. من شب سختی رو گذروندم، خیلی خستم. کاش قبل از اومدن زنگ میزد. اگه زنگ میزدم احتمالاً قبول نمی کردی. آره به احتمال زیاد. من باید تو رو همین امشب میدیدم. چرا؟ چون که من همه اتفاقای اون شب رو یادم اومد. جواب سوالم هم به خاطر آوردم. حیات، من خواستم بدونی که میدونم، فقط همین. که با هم تجربه کردیم فقط یه بازی بی‌رحمانه بود. همش به خاطر گول زدنت بود. من چیدم و دوست دارم حیات. دستم عصبانی نشدی؟ دیگه حتی ارزش خشمم نداری. شما رو با بدیاتون تنها میذارم. فقط یه بازی بی‌رحمانه بود. فقط یه بازی بی‌رحمانه بود. اصلا نرو.
همش به خاطر گل زدن تو بود. چیدم و دوست دارم حیات. رفیق تو اینجا چی کار میکنی کرم؟ من اینجا بودم. حیات کجاست؟ حیات؟ چون دیر وقت بود من حیات آوردم، یعنی راستش ایپک دوستشو به من سپرد. حیات رفت. یعنی چی رفت؟ کجا رفت؟ کی رفت؟ پس چرا من ندیدمش؟ چطور ندیدیش؟ میگم ندیدم، پرواز که نکرده. خب وقتی رفت عصبانی بود، شاید نخواسته تو رو ببینه. یعنی چی عصبی بود؟ دختره رو چی کارش کردی؟ چی کارش میتونم بکنم کرم؟ دیوونه شدی داداش؟ این وقت شب دختره رو کجا فرستادی رفته ها؟ کرم آخه من از کجا بدونم ها؟ مگه من نگهبان اونم؟ دختره به اون بزرگی میفهمه چی کار میکنه؟ تو رو پیچونده رفته، حتما میخواسته تنها باشه. بیا بریم. بودو بودو بریم ببینیم کاری دست خودش نده. میگم بیا بریم. تو برو، اومدن من درست نیست. تو برو. از دست تو دختره رو به من سپردم. به من مراقب باش. چی شده؟ حواست پرت بود. اگه شارلوک خبر نمیداد با ماشین تصادف میکردی. شارلوک دوست منه. تو هم حتما محل زندگی دین اطرافه. دقیقا آره. خوبی؟ فوق‌العاده‌ام. یکم پیش مونده بود از خوشحالی بمیرم. اون وقت قاتل اونیه که با تصادف کرده یا کسی که ناراحتت کرده؟ از کجا فهمیدی ناراحتم؟ گوشام میشنوه، چشمام خوب میبینه. شارلوک خوب بو میکشه. اصلا من چرا نصف شبی دارم و یه غریبه حرف میزنم؟ به نظر خودت چرا؟ از این که جونم و نجات دادی ممنونم. خواهش میکنم. مگه نه دوست؟ شب بخیر شالوک.
ممنونم شارلوک، خودم میتونم ادامه بدم. میشه یه چیزی بگی که دنبالم نیاد؟ نمیتونم. ولی داره با من میاد. خودش میخواد با تو بیاد. چون قضاشو میدم نمیتونم حرکاتشو کنترل کنم. نگرانت شده میخواد تا یه تاکسی همراهیت کنه. ای خدا، یه بار یه آدم نرمال قسمت من بشه، یه بار. آی. تاکسی. شارلوک برو پیش شریکت، وگرنه این بار تو له میشی. به نظرم وظیفت رو انجام دادی. بریم دوست، زود باش. عشقولی من، پدر گلم، بیا نوش جونت. دراک قربونت بشم، اینجوری نگو پسرم، سرم داره منفجر میشه. آه، این دیگه چه شبی بود. ور 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 همش حرف زدم. اینا دیگه کی بودن؟ اینا دیگه چجور خونواده‌ای بودن؟ دریا لطفا تو هم یکم اینجا رو فشار بده. اینجا رو میگی عشقولی من؟ ببینم مادر و پسر دارین منو مسخره میکنی؟ انگار از ناز کردنشون خیلی خوشت اومده. اصلا نمیخوام یادم بیاد. نجات جون، مثل من به قضیه نگاه کن. وقتی خانوادش رو میبینی در مقایسه با اونا چیدم دختر خیلی خوبیه. شاید بتونه قلب یخی پسرتو حداقل یه ذره نرم کنه، میدونی؟ آره، نمیتونه. دیگه بخوای نخوای داریم با اون خانواده فامیل میشیم. البته به خاطر نوت باید تحمل کنی نجات جونم. ما به اینجاش فکر نکردیم. به چی؟ اگه بچه داداشم به ما نرو به خانواده عشقولی چیدم بره، اون وقت چی کار کنیم؟ بابا بزرگ عشقولی من، زود باش بریم پارک، زود باش. بایسا مراد، چی شده پسرم؟ بمیرم برات الهی. خیلی خستم مامان بزرگ. از این که باید قوی باشم خیلی خستم. گریه کن پسرم، گریه کن دلت سبک شه. گریه کن، خودتو خالی کن پسرم، گریه کن عزیز دلم، گریه کن. Thank you.
مامان. آره مادری که گولش زدی. ای بابا چی شده این وقت شب؟ خاله امینه؟ دختر تو کجا بودی؟ ها؟ ببینم این وقت شب بیرون چی کار بکردی؟ ها؟ تو میخوای منو سکته بدی؟ دختر میخوای منو بکشی؟ در از تویی که با کارات منو سکته میدی. ولم کن راحتم بذار، کافیه دیگه. منو ببین، با فرار کردن نمیتونی خودتو نجات بدی. بگو ببینم این وقت شب کجا بودی، با کی بودی، زود باش بگو. نگم چی کار میکنی ها؟ به بابام زنگ میزنی؟ بزن. اگه با این کار راحت میشی همین الان خودم بهش زنگ میزنم تا دست از سرم برداری. آروم باشین دیگه. نمیتونم آروم باشم ایپک، نمیتونم آروم باشم. دیوونه شدی دختر؟ زده به سرت؟ این حرفا رو مگه میشه به بابات بگی؟ ها؟ الان خیلی دیر وقته، الان بنده خدا خوابیده. دختر رو شما دخالت نکنی. با بابا نمیشه حرف زد، با مادر نمیشه. این کارو نکن، اون کار گناهه. بس دیگه، من دیگه خسته شدم. هر کاری دوست داری با هم بکن، هر مجازاتی میخوای بکن. دخترم عزیزم آروم باش، به خودت بیا. آخه این چه طرز حرف زدن با مادرته؟ من چی کار کردم که اینجوری با من حرف میزنی؟ گوش نمیدی مامان، به حرفام گوش نمیدی. میگی هیچ بلایی سرت نیاد، دوستت دارم، ولی حرفامو اصلا نمیشنوی. نمیشنوی مامان، نمیشنوی. باشه باشه، آروم باش، آروم باش. قول میدم به حرفات گوش بدم. این وقت شب از کجا داری میای دخترم؟ تنها چیزی که برات مهمه همینه، تنها چیزی که برات مهمه رفت آمد منه. یه بارم بپرس حالت چطوره، یه بار بپرس حالت خوبه. نمیگم، بهت نمیگم کجا بودم، چون تو لیاقتشو نداری مامان. چون تو منو مجبور کردی دزدکی وارد خونه خودم بشم، چون تو لیاقت منو نداری، چون تو داری منو وادار به این کارا میکنی. باشه باشه، آروم باش، آروم باش. بیا اینجا، بیا بیا. تو که انقدر عاشق بودی چرا ازم مخفی کردی پسرم؟ منم چیزی نفهمیدم. کاش به دختر دروغ نمیگفتی. می نشستیم فکر میکردیم یه راه حلی پیدا میکردیم. نیست مامان بزرگ، هیچ راه حلی نداره دیگه. راه من مشخصه، هر کاریش کنی دیگه من یه مرد متأهل و بچه دارم، وگرنه این کارو نمی کردم. این دختر پاکترین انسانی بود که تو کل زندگیم دیده بودم. من این دختره رو می شناسم؟ چه فرقی میکنه؟ آه پسر فداکارم، تو این دختره رو انقدر دوست داشتی که به خاطرش ازش گذشتی. تو انقدر این دختره رو دوست داشتی عزیز دلم. ها؟ آره دوستش دارم مامان بزرگ، خیلی دوستش دارم. یعنی چی همه دروغه؟ یعنی چی همش یه بازی بود؟ بازم حق با ایپک بود. از اینکه تو عمرم برای اولین بار حق با من بودی واقعا خیلی ناراحتم. میخوام اون عوضی رو بکشم، بکشمش. بچه ها چرت و پرت نگین تو رو خدا، این حرفه موردو یه بچه هم باور نمی کنه. اون همه چیز تجربه کردین، اونا رو چطوری توجیه کرد؟ همش به خاطر گول زدن من بوده. من دهن اون سادیس میپر خون میکنم و... که چی بشه؟ چی به دست میاریم؟ چی عوض میشه؟ اگه حرفاش راست باشه خوشحال میشه، با خودش میگه چقدر کار خوبی کردم، چقدر خوب ناراحتش کردم. ولی من فکر میکنم مراد اون حرفا رو اصلا از ته دلش نزده، اینو مطمئنم. چه فرقی میکنه اصلی؟ چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه عزیزم. شاید به خاطر محافظت از تو این کارو میکنه، به دروغ گفته تا بیشتر از این اذیت نشی. مراد دروغ نمیگه. همین الان خودت گفتی که همه چی دروغ بوده. بعدشم اصلا کدوم مرد دیوونه ای به خاطر حفاظت از عشقش همچین کاری میکنه؟ کدوم مرد این کارو میکنه؟ ای وای بچه، یعنی طرف اینقدر بازیگر خوب و حرفه‌ای بوده؟ قبول، ما رو گول زد. حیاتو چطور گول زد؟ این همه چیز با هم تجربه کردن. من به خاطر اون دل مادرمو شکستم.
آخه چطوری اون حرفا رو به مادر بیچارم زدم؟ الان اصلا به مادرت فکر نکن. باشه، با اونم خودتو اذیت نکن. خاله فهیمه پیششه حیات جونم. بهتره هر دوتون یکم آروم بشی، بعدم فردا با هم حرف میزنیم. یکم آروم باش دیگه، بیا اینو بخور. انقدر گریه کردی چشات قرمز شده، خودتو هلاک کردی امین. من خودمو هلاک نکنم، کی هلاک کنه؟ نشنیدی چیا به هم گفت؟ شنیدم، مگه کر بودم؟ دیدی چطوری سرم داد زد؟ دیدی چه حرفایی به هم زد؟ دیدم. ما چطوری به این وضع افتادیم؟ نمیدونم فهیمه، مگه من هر کاری نکردم تا اون خوب باشه، خوشبخت باشه، خوشحال بشه؟ مگه من این کارو نکردم؟ البته که به خاطر خوشبختی اون بوده، تو مادر اونی. بس دیگه گریه نکن، چشاتو پاک کن، قربونت برم. زود باش بریم بخوابیم، امیدوارم صبح همه چی درست شه. جوونه دیگه، جوونه، تو به حرفاش توجه نکن، خودشم نمیدونه چی میگه. فهیمه، من به خاطر حرفاشو داد زدنش گریه نمی کنم. من برای این گریه می کنم که چه اشتباهی کردم که دخترم به این وضع افتاده. بس گریه نکن، تموم شد. گریه نکن. کجای حیات؟ کجایی تو؟ آب شدی رفتی تو زمین؟ عشق لفتن انلر من تصادفلر اینم من بینیم بی بیدیم یا çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la. Şarkı vardı neydi la?